حماس همانطور که وعده داده بود قتل رهبر شاخه نظامی خود را بلافاصله با حملات متقابل پاسخ داد. پلیس اسرائیل میگوید که راکت‌های حماس به این ساختمان 4 طبقه در شهرک کریات ملاخی اصابت کرد و جان 3 نفر را گرفت. 2 تن از کشته شدگان زن هستند و 1 نفر مرد. این شهرک در 25 کیلومتری شمال غزه واقع است و حدود 20,000 نفر جمعیت دارد. وزارت خارجه اسرائیل میگوید 1 پسر 4 ساله و 2 نوزاد هم مجروح شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل 1 خانه در شهر اشدود هم هدف خمپاره‌های حماس قرار گرفته که البته در این حمله کسی آسیب ندید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید سیستم دفاع ضد موشکی این کشور توانسته است 25 راکت از مجموع 100 راکت شلیک شده توسط حماس را در آسمان هدف قرار دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش آمادگی گسترش حمله به غزه را که چهارشنبه آغاز شد دارد.